اثر استاد نصرالله سروری هست. این تابلو نامه تابلو بازار اصفهان در بسیار سالهای قدیم اصفهان چنین بازاری داشته در ایران و این بازار بسیار قدیمی هست. تابلو آثار باستان قدیمی نشون میده که اونجا یک قهوه‌خانه هست و در این قهوه‌خانه بالای سر قهوه‌خانه خانه هست، خونه طبقه دومی وجود داره که اینجا سماوار و این فرد چایی درست میکنه و یک گروه نشستن چایی استفاده میکنن در قهوه‌خانه و یک شخصی هست که مراجعه کرده به درخواست چایی میکنه. اما در این تصویر رنگ ها باز سایوان بسیار با قدرت با کردن رنگ امپرسیونیستی خورده تابلو به این لباس این شخص به این قسمت های کلن فرش به موقت دستباف قدیمی و بوری مشخص میشه. این قسمت بازار بسیار شلوغ هست که اشتایرن پارچه بروشی چیزای خاصی هست که خانم ها میرن برای خرید از تابلو دور ما هست. اما اینجا هم یک شخصی با یک اسب میره به سمت پایین بازار که بیرمنده هست لباس های شخص مشخص میشه. اما راجب به نور، نور این قسمت های خانه خانه چوبی که نور نیست اینجا، بعد این قسمت هم نور نیست، نور آفتاب از جا خورده، پرسپکتیو تابلو بسیار درست و دیزاین طراحی شده. اینجا یک قسمتی از سایوان این فروشگاه ما بازه نور بیشتری خورده به این قسمت، بازم نور کم داره تاریک هست. این سر بازار هست، بازار حالت هشتیری داره به شخصی در حال رفتن هست اینجا و افرادی دارن میدن اینجا سقف این بازار میتونه باشه. اینجا هم باز نور آفتاب از بالا قسمتی که نور خورده تاریک هست و نور نیست، این قسمت هایی که نورگیر نبوده در تابلو. اما رنگ ها بسیار با اتفاقات خاص اما رنگ امپرسیونیستی باز هم رنگ های مختلف استفاده شده و شخصی هم بار میبره، بار بسیار با فشار تحمل میکنه و داره میاره. همچنین یک شخصی با یک شطور میگذره از این قسمت بازار که اینجا خانه های سرای قدیمی هست، بازار قدیمی هست و سقف چوب باز پرسپکتیو اینجوری رعایت شده. اینجا چوب ها به این قسمت هم قسمت های تابلوی تاریخ هست که از بیرون آن دور همه میتونیم ببینیم. نورای سایه های مال و افراد اینجا بلند رویت میشه، سایه ها خیلی استاندارد و درست و صحیح هست و اینجا نور آفتاب باز هم بیشتر در این تابلو رویت میشه. این هم یکی از تابلوهایی هست که اندکی بیشتر با کاردک استفاده شده.